سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز هم طبق روال هر جمعه میریم سر وقت اخبار سینما و با همدیگه بررسی میکنیم که طی هفته گذشته چه اتفاقای تازه‌ای توی سینما افتاده و چه پروژه‌های جدیدی در دست ساخت قرار گرفته، تا مطمئن باشید که دیگه هیچی از زیر دستتون در نمیره. خبر برای گفتن خیلی زیاده، پس بهتره بریم سر وقت کارمون. نوروز. اولین خبر مربوط میشه به کمپانی دیزنی. حالا چرا کمپانی دیزنی؟ چون همین دو روز پیش با انتشار یه ویدیویی علاوه بر اینکه چهارشنبه سوری رو تبریک گفت، پیشاپیش عید نوروز رو هم تبریک گفتش. و نکته مهمترش اینه که شخصیت میکی موس تو این ویدیو مخاطبین خودش رو مردم آمریکا قرار میده و یاد میده که ایرانی‌ها و مردمی که نوروز رو جشن میگیرن توی سراسر دنیا، توی چهارشنبه سوری، همین که توی 13 به در و کلا توی 13 روز عید چه کارهایی رو انجام میدن. کانال فیلمواز هم به شما عید نوروز رو تبریک میگه و همین که جیب پرپول رو برای دیزنی آرزو میکنه، به خاطر اینکه کمپانی دیزنی توی این یک سالی گذشته شرایط مالی خوبی نداشت. چند تا از پروژه های بزرگ سینمایی شکست خورد و همین که یکی از پروژه های پرخرجش، یعنی لایو اکشن پری دریایی، مورد انتقاد خیلی زیادی قرار گرفته. هفته گذشته رئیس این کمپانی گفتش که این لایو اکشن مورد نفرت نژاد پرست ها قرار گرفته. ولی نمیشه فقط گفت نژاد پرست ها، چون تریلر اخیری که ازش منتشر شد بیش از 1 میلیون دیسلایک گرفته و تیزر اولی که ازش منتشر شد بیش از 3 میلیون دیسلایک، و این نشون میده که قطعاً توی گیشه هم شکست خواهد خوردش. خبر بدتر از نظر مالی این بود که فصل جدید سریال مندلورین قسمت اولش فقط 1.6 میلیون بیننده داشت. این تعداد نه تنها کمتر از فصل‌های قبلیه، بلکه از میزان بیننده‌های اوبیوان کنوبی هم کمتره. بیننده‌هاش به گرد پای سریال لاست آف آس و خاندان اژدها که برای کمپانی برادران وارنر نمیرسه و کمپانی دیزنی توی رقابت با کمپانی‌های رقیبش داره شکست میخوره. یکی از دلایل شکستش توسط لیام نیسن بهش اشاره شده بود، این بازیگر که توی دنیای جنگ ستارگان چندین فیلم بازی کرده. گفته که دیزنی انقدر اسپیناف از دنیای جنگ ستارگان ساخته که جادوی این دنیا رو از بین برده و این دنیا رو رقیقش کرده و کمپانی دیزنی باید سعی کنه خلاقیت‌های بیشتری نشون بده و پروژه‌های جدید و بروزتری رو توی دستور کار خودش قرار بده. خبر بعدی در رابطه با جان ویک که عکسش رو روی تامنیل دیدین. کیانو ریوز گفته که توی اسپیناف جدید دنیای جان ویک، یعنی فیلم بالرینا، قراره بازی کنه. این فیلم داستان بالرین هایی رو تعریف میکنه که اگه یادتون باشه توی قسمت دوم یه چشمشون رو دیده بود. آنا دی آرمس نقش اولش رو بازی میکنه و فیلم برداری این فیلم همین الان در حال انجامه. هنوز دقیقاً اعلام نشده که داستان چیه و قراره داستان چجوری باشه، ولی این بازیگر توی مصاحبه‌ای که داشت از کلمه فرانچایز استفاده کرد برای این فیلم و اینطور که به نظر میرسه قرار فیلم ها و سریال های دیگه ای هم از دنیای جان ویک ساخته بشه که آنا دی آرمس قراره توشون بازی بکنه. فیلم جان ویک 4 نقد های خیلی خوبی گرفته، به طوری که راتن تومیتوزش شده 90 و نمره متا هم شده 77 و منتقدین این فیلم رو بهترین فیلم دنیای جان ویک میدونن. همین هفته گذشته هم یه سری تصاویر از پشت صحنه فیلم منتشر شد که نشون میداد که چقدر بدلکاری های سختی رو داره و گفته میشه که این فیلم نسبت به شماره های قبلیش بیشترین تصاویر اکشن رو داره. کارگردان این فیلم هم گفته که قسمت پنجم این فیلم هم حتما ساخته میشه. اصلا گفته که اصلا استودیو برنامه های ساخته این فیلم از همین الان ریخته، ولی خب خود کارگردان گفته که یه مدتی باید استراحت کنه و یه مدت از این دنیا فاصله میگیره و گفته که بین شماره 4 و 5 یه فاصله نسبتا طولانی میفته. کارگردان این فیلم بعد از ساختن قسمت 4 قراره برای کمپانی سونی از روی بازی گوستاف سوشیما یک فیلم لایو اکشن بسازه. این بازی رو میدونم خیلیاتون میشناسید، بسیار بازی معروفه و همینطور صحنه های اکشن و بدلکاریایی مثل جان ویک داره. کلا از اون فیلماست که هر کارگردانی نمیتونه بسازه. خبر بعدی در رابطه با استریم اپل تیوی. این استریم ته این چند ماه گذشته خیلی خوب پیشرفت کرده. این استودیوم قراره اردیبهشت ماه فیلم جدید اسکورسیزی رو، یعنی قاتلین ماه کامل رو، تو سینما اکران کنه. حالا لئوناردو دیکاپریو بازیگر اصلی این فیلم توی مصاحبه جدیدش گفته که فکر میکنه که فیلم رو ساختن که یه شاهکار باشه. توی این فیلم رابرت دنیرو هم بازی میکنه، لئوناردو دیکاپریو و برندن فریزر هم توی این فیلم حضور دارن. نکته جالب اینجاست که مارتین اسکورسیزی الان تقریبا یک ساله که این فیلم رو داره تدوین میکنه. فیلم بودجهش بیشتر از 200 میلیون دلار بوده و از روی کتاب اقتباس شده که داستانش مربوط میشه به سال 1920 در اوکلاهاما، یعنی زمانی که توی منطقه نفت پیدا شده بود و اعضای قبیله سرخپوست ساکن تو منطقه دونه دونه شروع میکنن به قتل رسیدن و حالا مامورین FBI در حال پیگیری این قضیه و این میشه داستان این فیلم. فروش این فیلم میتونه آینده استریم اپل رو تغییر بده. اما کمپانی اپل تیوی هفته گذشته یه خبر مهم دیگه هم داد، اینکه دوتا بازیگر که بازیشون خیلی خاطر انگیزه، یعنی متیو مکانهی و وودی هارلسون رو قراره با هم دیگه تو یک سریال بازی بکنن و ژانر سریال هم کمدیه و اینکه کلا 10 قسمت هر قسمت
هم 30 دقیقه است. داستان دو تا دوست عجیب و غریب تعریف میکنه که یکی از دوستا تمام اعضای خانواده‌اشو برمی‌داره برای خونه یکی دیگه از دوستاش تا اونجا زندگی بکنه و چالشایی که این وسط به وجود میادش میشه داستان این سریال. خبر بعدی در رابطه با تارانتینو. بالاخره مشخص شد که فیلم بعدی این کارگردان قراره چی باشه. اسم فیلم بعدیش هست منتقد فیلم. این فیلم داستانش تو اواخر دهه 70 میلادی اتفاق میفته و شخصیت اصلیش هم یک زنه که تو شهر لس آنجلس زندگی میکنه. هنوز دقیقاً معلوم نیست ولی حدس زده میشه که این فیلم داستان زندگی پالین کیل که یه منتقد معروف آمریکایی بود رو قراره تعریف بکنه. این منتقد به خاطر نوشتن نقدهای کنایه‌آمیزش، همینطور حرفای نیشدار و خیلی مطلق و صریحش خیلی معروف بود. کلا توی تاریخ هالیوود میگن یکی از تاثیرگذارترین منتقدین آمریکایی بودش تو دوران خودش. و حالا تارانتینو قراره اوج دوران هنری این منتقد رو به تصویر بکشه. فیلم برداری این پروژه پاییز شروع میشه و نکته مهمتر اینه که خود تارانتینو گفته که این فیلم دیگه آخرین فیلمشه. از سالها پیش تارانتینو میگفتش من کلا 10 تا فیلم قراره توی عمرم بسازم و این فیلم هم میشه 10مین فیلمش. و خود تارانتینو هم رسما اعلام کرده که دیگه بعد از این پروژه دیگه فیلمی رو نمیسازه. دلیل کنارگیریش رو این اعلام کرده که بیشتر کارگردانای هالیوودی چند تا فیلم آخری که میسازن بسیار فیلمای ضعیفین و بعد با خاطره بد از سینما خدافظی میکنن و تارانتینو میخواد که این اتفاق براش نیفته و روی اوج خدافظی کنه. خبر بعدی در رابطه با نتفلیکس. مثل هر هفته دوباره یه عالمه خبر از این کمپانی اومد. خبر جدیدی که هفته پیش اومد این بود که این شرکت داره نسخه آمریکایی سریال اسکوید گیم رو میسازه. همون زمانی که فصل اول اسکوید گیم منتشر شد تحلیلگرا میگفتن اگر این سریال یه سریال آمریکایی بود حتی بیشتر از الانش معروف میشد، چون همون زمان توی اروپا و آمریکا خیلی از دوبله های بی کیفیت این سریال اعتراض میکردن و اینکه دوست داشتن سریال رو با زیرنویس ببینن. بر همین خیلی از بیننده ها سریال رو روزهای اول ندیدن. الان ساخت نسخه آمریکایی این داستان تو مرحله ایده پردازیه، نه بازیگر داره نه کارگردان و فعلا دارن روی فیلمنامش کار میکنن. یادتون باشه همین چند هفته پیشم گفتم که سریال بریکینگ بد رو کره ای ها میخوان بسازن و حالا انگاری که کره و آمریکا همش میخوان از رو آثار همدیگه کپی بزنن. در رابطه با نسخه کره ای سریال اسکوید گیم هم باید بگم که فیلم برداریش پاییز شروع میشه و سال 2024 هم فصل دوم سریال اسکوید گیم منتشر میشه. اما نتفلیکس پروژه های دیگه هم داره و قراره یه همکاری دیگه با گیرمو دل تورو انجام بده. این کارگردان توی همین مراسم اسکاری که چند روز پیش برگزار شد به خاطر استاپ موشن پینوکیو اسکار بهترین انیمیشن رو به دست آورد. حالا مشخص شده که همکاری بعدیش با نتفلیکس مربوط میشه به ساخت شخصیت فرانکشتاین. و نکته مهمتر اینه که اندرو گارفیلد همینطور اسکار ایزاک قراره توی این اثر بازی بکنن. و گفته میشه که این پروژه یک فضای سیاه و سنگین داره و قراره هیولاهای دنیای فرانکشتاین رو به ما نشون بدن. اما در اتو پروژه‌های دیگه‌ایه. کمپانی نتفلیکس ایاتون باشه هفته قبلی گفتیم که اسکارلت جوانسن و مایکل فاسبندر و پنلوپ کروز و اوون ویلسون به یه فیلم کمدی پیوستن که اسم فیلمش هست پاریس پارامونت. و گفتیم که فیلم ژانر کمدی داره و بودجش 130 میلیون دلاره. همون موقع همه میگفتن چطور ممکنه یه فیلم در این ژانر انقدر خرج داشته باشه. حالا مشخص شد که کلا این فیلم کنسل شد و کارگردانی که قرار بود این فیلمو بسازه دنبال اینه که این فیلمنامه رو ببره به یه استریم دیگه و حدسایی زده میشه که ممکنه که کمپانی آمازون ساخت این پروژه رو به عهده بگیره، ولی فعلا قرار نیست هیچ کمپانی بسازتش. خبر دیگه در رابطه با نتفلیکس اینه که بازیگر اصلی سریال پربیننده یو گفته که دیگه از بازی توی این سریال خسته شده و احتمالاً فصل پنجم آخرین فصل این سریال بعد دیگه همکاری نخواهد داشت. و همین که این بازیگر گفته که حتی اگر تو همین فصل چهارمم ادامه ساخت این سریال کنسل بشه باز هم به نظرش یک پایان مناسب و کامل برای این داستان بوده. و خبر آخری هم که در رابطه با نتفلیکس بگیم باز هم در رابطه با جنا اورتگاس که تهیه کننده سریال ونزدی شده. الان میتونه که هر تغییر که دلش بخواد توی فیلمنامه اعمال کنه. حالا این بازیگر گفته که قراره فصل دوم این سریال ترسناک‌تر باشه و از فضای عشق و عاشقی و فانتزی و تینیجری کلا فاصله میگیره. و این بازیگر گفته که این شخصیتی که میخواد خلق بکنه قراره توی فصل دوم تازه خودشو پیدا کنه. قراره دارک‌تر هم بشه. جنا اورتگا خیلی به خاطر بازی توی سریال معروف شده. حالا توی مصاحبهش توی هفته گذشته گفته که این معروفیت خیلی کار اشتباهی بوده. گفته اصلا از شرایطی که توی زندگی میکنه راضی نیست. چون علاوه بر اینکه باعث شده که حریم خصوصیش از بین بره، جدا از این گفته که برای تک تک کلماتی که میگم مورد قضاوت قرار میگیرم. و گفته که بعد از فصل دوم ونزدی برای یه مدتی قراره که از سینما و تلویزیون دور بشه و پروژه جدیدی قبول نمیکنه. جنا اورتگا همین الان جیغ 6 رو روی پرده سینما داره که این فیلم با بودجه 35 میلیون دلاری توی 3 روز اول فروشش 67 میلیون دلار تو جهان فروش کرد و رکورد فروش افتتاحیه این فرانچایز رو کلا شکسته. این فیلم جیغ 6 5 اردیبهشت ماه نسخه خوب و با کیفیتش برای دانلود میادش.
دیگه بهتره از نتفلیکس بیایم بیرون و بریم سبقه آمازون. تو چند هفته گذشته دائم میشتم که این کمپانی سریال سیتیدل رو که میشه دومین سریال پرهزینه تاریخ رو به زودی پخشش رو شروع میکنه و توی هفته گذشته خبر اومد که اصلا این سریال برای فصل دوم از همین الان تمدید شد. این سریال ساخته برادران روسو و تو این سریال ریچارد مدن با پریانکا چوپرا بازی میکنن. سریال هم بودجه 251 میلیون دلاری داشته. 8 اردیبهشت پخش فصل اول شروع میشه. این کمپانی آمازون چندین پروژه بزرگ دیگه هم در دست ساخت داره. توی هفته گذشته اعلام شدش که اسکار ایزاک برای سریال هل تاون به کارگردانی کسی که همین اسکار امسال برنده جایزه اسکار شد برای فیلم در جبهه غرب خبری نیست. این سریالی که توسط این کارگردان قرار ساخته بشه، داستانش بر اساس واقعیته و در رابطه با یه نویسنده است که نقش نویسنده رو اسکار ایزاک بازی میکنه و تو این داستان ما میبینیم که این نویسنده چطور شکار وحشتناک یک قاتل زنجیره‌ای میشه و باعث میشه که اتفاقات عجیبی بیفته، به طوری که پیوند خطرناکی با این قاتل برقرار میکنه. یکی دیگه از پروژه‌های جالب کمپانی آمازون توی هفته گذشته برای منتقدین به نمایش در اومد که سریاله که اسمش هست سورم. نکته جالب در این سریال اینه که بیلی آیلیش توش بازی میکنه و منتقدین تا وقتی که نرفتن ندیدن خبر نداشتن که بیلی آیلیش تو این سریاله. کسی که این سریال رو میسازه ممکنه قبلا ازش سریال آتلانتا رو دیده باشید و منتقدین به این سریال نمره خیلی خوبی دادن. نمره راتن تومیتوزش 79 شده و نمره متاش هم 79 شد. این سریال از سریال سوپرانوس، همینطور مدمن و پادشاه کمدی مارتین اسکورسیزی الهام گرفته شده. همه قسمت‌ها این سریال یک جا با هم 26 اسفند ماه برای دانلود میاد. خبر دیگه در تو کمپانی آمازون مورد علاقه طرفداران سری فیلم‌های کرید. این کمپانی هفته گذشته اعلام کردش که قراره با کمک مایکل بی جردن یه سریال انیمه‌ای به عنوان اسپین‌آف از سری فیلم‌های کرید بسازه و تازه اعلام کرده که اصلا این کمپانی دنبال گسترش دنیای کریده و کمپانی آمازون قراره چندین اسپین‌آف از این داستان بسازه، هم به شکل انیمه سریالی، هم اصلا قراره انیمیشن ازش ساخته بشه و همین که یه اسپیناف سریالی از روی دختر شخصیت کلید قرار بسازن و قرار این دنیا رو حسابی توسعه بدن. و اینکه کمپانی آمازون برای جذب سودهای بیشتر فقط قرار نیستش که دنیای کلید رو توسعه بده. یکی دیگه از پروژه‌ای که هفته پیش ازش رونمایی کردن اطلاعات بیشتر در رابطه با سریال بلید رانر بودش و گفتن که جودی کامر قراره توی این سریال بازی بکنه. اسم این سریال هست بلید رانر 2099 و داستانش قراره وقایع 50 سال بعد از فیلم دوم رو تعریف کنه. نکته مهمتر اینه که ریدلی اسکات کارگردان قسمت اول تهیه کننده اصلی این سریال و فیلمنامه این سریال زیر نظر این کارگردان ساخته شده. تو هفته گذشته یه خبر دیگه در رابطه ریدلی اسکات هم بود، اینکه مشخص شدش که فیلم گلادیاتور 2 از این کارگردان سال 2024 منتشر میشه و مراحل ساختش توی زمستون آینده شروع میشه و همین که مشخص شد بری کیوگن که توی همین آخرین فیلم بتمن نقش جوکر رو بازی میکرد قرار نقش منفی این فیلم باشه و قرار نقش امپراتور رو بازی کنه. بازیگر دوران بچگی لوسیوس هم توی این فیلم حضور داره. خبر بعدی در رابطه با استریم پیکاکه. این استریم رو ممکنه خیلیاتون نشناسید، یه رقیب برای نتفلیکس و آمازون و این کمپانیاست. کارشو تازگی‌ها شروع کرده و زیر مجموعه شبکه NBC و محصولات این شرکت رو پخش میکنه. این استریم توی یک سال گذشته موفقیت‌های زیادی کسب کرده، تونسته توی آمریکای شمالی اعضای خیلی زیادی رو جذب خودش بکنه. حالا این استریم اعلام کرده که قراره یه همکاری جدید با خالق سریال لاست داشته باشه. موضوع سریالشون هم موضوع خیلی جالبیه. اسم سریالشون هست میسیز دیویس و قراره داستان یه دنیایی رو تعریف کنه که مربوط میشه به آینده. توی اون دنیا یه هوش مصنوعی وجود داره که انقدر توسعه پیدا کرده که همه مردم هر کاری میخوان بکنن از این هوش مصنوعی میپرسن. تقریبا دیگه مردم هیچ تصمیمی نمیگیرن، همه تصمیم‌ها رو هوش مصنوعی براشون میگیره. اینکه مثلا چیکار بکنن، با کی ازدواج کنن، چی بخورن، چی بپوشن، همه رو از هوش مصنوعی میپرسن. حالا این وسط تو آمریکا فقط یه نفر حاضر نیستش با این هوش مصنوعی ارتباط، اونم یه دونه راهبه است، کلا با این هوش مصنوعی مخالفه، اصلا باهاش ارتباط نمیگیره. و داستان سریال اینه که این هوش مصنوعی تلاش میکنه که با کمک بقیه یه راه ارتباطی پیدا بکنه تا بتونه با این راهبه صحبت بکنه. هنوز داستانش جزئیاتش مشخص نیست، ولی اگه دقت بکنید به نظر میاد که یه جورایی قراره این هوش مصنوعی جای خدا رو برای این راهبه بگیره. فکر میکنم که اینطوری باشه. این سریال قراره پخشش از 31 فروردین ماه شروع بشه. خبر بعدی در رابطه جوپشیه، بازیگر معروف و قدیمی سینما که چند وقتی بودش که از سینما خدافظی کرده بود و حالا خبر رسیدش که قراره دوباره به دنیای بازیگری برگرده. این بازیگر بعد از فیلم آیریشمن مارتین اسکورسیزی دیگه بازی نکرد، چون الان 80 سالشه و داره دوران بازنشستگیشو پشت سر میذاره. اسم سریالش هست باب کیس و محصول کمپانی پیکاکه، ولی داستانش خیلی جالب نیست. داستان خیالی از زندگی خود پیت دیویدسونه و جوپشی نقش پدر بزرگشو بازی میکنه. همه قسمت‌های این سریال هم 14 اردیبهشت ماه یه جا برای دانلود میادش. توی
هفته گذشته جو پشی تنها کسی نبود که خبر رسید داره به دنیای سینما برمیگرده. توی هفته گذشته معلوم شدش که جان وو، کارگردان معروف چینی که ممکنه قدیم ازش فیلم فیس آف رو دیده باشید، قرار دوباره به سینما برگرده و نکته جالب اینجاست که قرار فیلم دکیلر که یکی از بهترین فیلم‌های خود جان وو بوده رو بعد از 34 سال این بار با بازی ناتالی امانوئل دوباره بازسازی بکنه. فیلم اصلی ماجرای قاتلیه که میخواد با درآمد آخرین قتلش هزینه جراحی خواننده که کور شده رو پرداخت بکنه. خبر بعدی در رابطه با مارول. مارول توی هفته گذشته از پلتفرم ردیت شکایت کرد. ماه پیش یه فردی توی ردیت به اسم مارول اسپویلر فیلمنامه فیلم انتمن 3 رو کلا لو داد. حالا مارول فکر میکنه که دلیل فروش کم فیلمش و خسارت مالی که خورده به خاطر همین لو رفتن بوده. حالا رفته شکایت کرده توی دادگاه و از پلتفرم ردیت خواسته که فرد یا افرادی که پشت این اکانت هست رو شناسایی بکنه و بهشون تحویل بده. این اکانت الان بسته شده، یعنی دیگه هیچ اطلاعاتی فعلا از دنیای مارول قرار نیست لو بره. ولی فعلا معلوم نشده که چه کسایی این اطلاعات رو لو میدادن. فیلم انتمن با بودجه 200 میلیون دلاری بدون احتساب هزینه تبلیغات و مخارج ثانویه‌اش تا الان 447 میلیون دلار فروش کرده و فقط موقعی به سوددهی میرسه که فروشش رو از 600 میلیون دلار عبور بده و با توجه به فروش ضعیفش مشخصه که این اتفاق نمیفته و یه زیان بزرگ رو به کمپانی مارول میزنه. و خبر آخرم در رابطه با سریال لست آف آس. نیل دراکمن خالق سریال بازی در رابطه با جایگزین شدن یه بازیگر جدید به جای بلا رمزی گفتش که فقط در صورتی حاضر این بازیگر رو عوض بکنه که خود بلا رمزی حاضر نباشه بازی کنه. پس ما همینجا متوجه میشیم که توی فصل بعدی هم همین بلا رمزی قرار نقش الی رو بازی کنه. همین که اعلام شدش که قسمت دوم این بازی قرار توی چند فصل ساخته بشه، یعنی سریال از همین الانم برای فصل سومش چراغ سبز رو گرفته. نکته مهم دیگه در تو سریال لست آف آس این بودش که این سریال توی تمام پلتفرم‌ها به طور میانگین هر قسمتش 30 میلیون تا بیننده داشته که 1.4 میلیون بیننده از خاندان اژدها بیشتر بوده. سریال خاندان اژدها برای هر قسمت 29 میلیون بیننده داشتش. قسمت اول این سریال 40 میلیون بیننده داشته در صورتی که خاندان اژدها 30 میلیون بیننده داشته. در رابطه با تاریخ انتشار فصل جدید سریال خبری نیست، ولی احتمالاً در انتهای سال 2024 فصل دوم این سریال پخش شروع میشه. خب دوستان، اینم از اخبار این هفته. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایکش کنید و تا هفته بعدی خدا نگهدار.